سلام علیکم. عید فرخنده و پرخیر و برکت نهم ربیع رو اولا خدمت آقا صاحب الزمان عجل الله فرجه و بعد هم خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. متاسفانه برخی از روحانی نماهای کم اطلاع و کم سواد درباره این عید عظیم و پرسابقه شبهاتی و تشکیکاتی وارد کردند و در فضاهای مجازی متاسفانه منتشر کردند. من چاره جز جواب دادن ندیدم. خیلی مختصر و خلاصه به بعضی سرفصلای این شبهات اشاره میکنم. اولا میگن که کی گفته که در نهم ربیع اون دومین نفر کشته شده؟ هیچ سند مدرک تاریخی نداره. جواب خیلی راحت، مفاتیح که در همه خانه ها پیدا میشه. شما مفاتیح الجنان کلیات رو بردارید، اعمال ماه ربیع الاول روز نهم رو ببینید. مرحوم شیخ عباس خمینی نوشته روز نهم روز عید بزرگ و روز عید بقر یعنی شکافتن است و از برای آن شرح بزرگی است که در جای خود ذکر شده و چند خط دیگه. روز عید بقر است، عید شکافته شدن. چه چیزی و توسط چه کسی شکافته شده؟ اون فرد خنجر رو به شکم کسی زد و شکافت. این نظر شیخ عباس خمینی در مفاتیح. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب اقبال الاعمال 800 سال پیش در اعمال نهم ربیع این گونه می نویسه: در رابطه با روز نهم ربیع الاول روایتی عظیمت و شأن پیدا کرده ایم و برخی از برادران عجم شیعه ما در این روز بسیار اظهار خوشحالی می نمایند و میگویند که این روز روز هلاکت شخصی است که به خدا و به رسول خدا اهانت کرده و دشمنی ورزیده است. قدمت این جشن به همین نیت و با همین واقعه به 800 سال و قبلش برمیگرده. به این واضحی مرحوم خاتون آبادی در کتاب جنات الخلود در وقایع ماه ربیع می‌نویسه هلاکت اون دومی یا در نهم ربیع است یا در دهم ربیع. از حضرت آیت الله میلانی علامه و مجتهد عصر ما وقتی سوال می‌کنن در این زمینه می‌فهمد مشهور بین عامه غیر شیعه اینه که آخر ماه ذی‌الحجه است، مشهور بین شیعیان اینه که نهم ماه ربیع الاوله. بالاخره درباره روز قتل اون نفر دوم ما دو تا قول داریم: اواخر ماه ذی‌الحجه، روز نهم ربیع الاول. هر دوتاش قائل داره. سید ابن طاووس در همین کتاب اقبال الاعمال میگه که جناب ابن بابوی یعنی شیخ صدوق روایت آورده از امام صادق سلام الله علیه که قتل اون فرد در روز نهم ربیع الاول رخ داده است. چرا راحت به این مردم میگید که هیچ سندی درباره نهم ربیع نیست؟ چرا از کمی اطلاع این مردم سوء استفاده میکنید؟ چرا ما در برخی از منابع تاریخی و روایات اشاره داریم به این قضیه که روز قتل اون نفر دوم روز نهم ربیع الاوله؟ نهایت میتونیم بگیم اختلاف نظر هست، همونطور که درباره شهادت و ولادت اهل بین علیهم السلام هم اختلاف تاریخی هست. بیش از 800 سال که شیعیان ایرانی روز نهم ربیع رو به این مناسبت جشن میگیرن. یه وقتی این جشن شاد پرقدمت رو مفت از دست ندیم با این تشکیکات آبکی. اما مطلب دوم در مورد ابو لؤلؤ و جناب فیروز یه حرفایی میزنه، مجوسی بوده، یهودی بوده. مرحوم میرزا عبدالله افندی در ریاض العلماء میاره که بدان که فیروز ابو لؤلؤ از بزرگان مسلمین و مجاهدین بلکه از خالصترین یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده است. سمیده این که همینقدر که نفرین حضرت زهرا سلام الله علیها رو مستجاب کرد و شکم اون شخص رو درید برای ما محترم و عزیزه، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن دوستان تو سه عدن، یکی دشمن دشمن تو، و همین ملاک برای ما دوسته. مطلب بعدی شبهه وارد میکنن که بله یه حرفایی و یه کارهایی در این مجالس گفته میشه زده میشه. کار ندارم. اگر یه تعداد جوانی به خاطر ندانستن برخی مسائل شرعی این جشن زیبا و مهم و پرغرور برای شیعه رو آلوده میکنن به بعضی از گناهان، چرا اصل این جشن رو حذف کنیم که دربارش روایت عظیم و شأن داریم؟ بیایم همون مشکلاتی که هست رو با نصیحت برطرف کنیم.
همون رو از بین ببریم، همون رو مشفقانه به جوانها بگیم حذف کنن، نه اینکه ریشه این اید رو بزنیم. کلام آخرم چون میخوام خلاصه عرض کنم عزیزان، این اید قدمتی چند قرنه دارد و بسیاری از علما و مجتهدین فقها هم این جشن ها رو میگرفتن مفت با تشکیک و شبهه چند تا عمامه به سر بی سواد. یه وقتی سست نشید در گرفتن این اید، جشن بگیرید با شکوه، اظهار براءت هم بکنید، منتها مراقب باشید دیگه با رعایت جوانب احتیاط. خدا به فرج امام زمان حجل الله فرجه هر چه سریعتر شیعه رو از این تشتت در بیاورد و عالم رو پر از عدل و داد کند. التماس دعای فرج.